سلام دوستای عزیز، و جلسه دومی از اکادمی گرایتین خوش آمدین. فصل دومی کتابی اولی از چهار کتاب اکادمی گرایتین خلاصه کردیم، فصل اولش را گذراندیم. فصل دوم هست، به کتاب مراجعه کنین، کتاب بخونین. البته در فصل اول یک چیز مان که پروسس یا پروسه نوشتن یک پاراگراف چی قسم بود، چون هر کار دنیا یک پروسه ده. مثلا شما که بخواین آشپزی کنید، you want to make a cook، یک چیز را بپزین، یک پروسه دارن که شما چی آماده میکنین، روغن آماده میکنین، گوشت آماده میکنین. چی پاراگراف نوشتن هم از خود یک پروسه داره که در کتاب فصل اول توضیح داده شده که اول شما یک فرست درفت نوشته میکنین، بعد از او فرست درفت خود در یک اول البته آیدیا میگیرین، مثلا کتاب میخوانین، یا اینکه من آیدیا نوشته میکنین نکات مهمه، یا اینکه مثلا همراه یک پارتنر خود کار میکنین، از او نظرش را میخوانین. اول آیدیا، you get idea، بعد آیدیا به دست بیارین. بعد از آیدیا شما فرست درفت نوشته، اون یک درفت نوشته میکنین. بعد از اینکه فرست درفت نوشته کردین، و در او فرست درفت میبینین که کدام نقاط مهم مانده، کدام نقاط اضافی نوشته شده، کدام مشکلات ها را داره اینا. بعد نقاطی که مانده اضافه میکنیم، بعضی سنتنس جملات و کلمات، بعضی سنتنس هایی که اضافی هستن درست نیست اونا را حذف میکنیم، و بعد از اون یک درفت دیگه نوشته میکنیم که رو فاینل درفت میگه که این نقاط اضافه کردین و چی کردین، حذف کردین. اون میشه یک پاراگرافی خوب و چی ارزشمند، که بعد در باره پاراگراف ها بیشتر صحبت بکنیم. یک مقدار معلومات مختصر بود که اینا همش در کتاب هم توضیح داده شده. امروز میریم در فصل دوم کتاب نمبر یک اکادمی گرایتین لانمن، پیچ فارمت فور در پاراگراف. این یک فارمت، یک پاراگراف یا سطحی که ما پاراگراف در زیر نوشته میکنیم، فارمتش منظور از پیچ صفحه چی قسم باید باشه. خب استاندارد این است که امو ورق یا مو پیپر یا مو فرمت یک سایز مناسب این است که تو عرضش باشه 8.5 اینج و طولش باشه 11 اینج. 8.5 اینج عرضش و 11 اینج طولش باشه. این یک پاراگراف خوب است به لحاظ شکلی خود، و همچنان هیدن داره و پاراگراف که باز ما برای شما نشان میده هیدن چی است. در هیدن یک نام نوشته میشه، نام نویسنده که پاراگراف می نویسه، تاریخش نوشته میشه، و همچنان در ما اگر در سنف باشه، در هر جایی باشه، ما نمبر ما کلاس یا سنف نوشته میشه. دیگه تایتل هست برای نوشتن یک پاراگراف مهمه. تایتل اما توپیک اما پاراگراف میگه که در باریز ما نوشته میکنی، و تایتل معمولا یک جمله کمپلیت نیست، یک دو سه تا لغت است اما تایتل، یا اینکه تنها یک لغت است. مثلا در باره تلفن، یا مثلا در باره باران رین، یا مثلا در باره ایدوکیشن تحصیل، یا هلت سیچویشن وضعیت صحی، مثلا میتونه یک لغت باشه، میتونه زیاد لغت باشه، اور آن ورد یا وان ورد باشه، یک لغت باشه. خب این از تایتل هست، و تایتل معمولا در قسمت بالای صفحه نوشته میشه، در وسط تاپ لاین، این لاین بالایی هست، و در میدل، در میدل هست، در وسط هست، نه به او طرف نه به این طرف، در وسط نوشته میشه. این بودن از تایتل. همچنین اسکیپ لاین دارین، وقتی که پاراگراف نوشته میرین در یک ورق با او خصوصیات، اسکیپ لاین این است که زمان شما تایتل نوشته کردین،
باز یک حرکت میکنین، اسکیپ یعنی پریدن، یک خانه سفید میزنه پایین میایین. منظور این است که در ادامه تایتل شما باز شروع نکنین مقاله خود، یک اسکیپ میکنی پایین میایین، یعنی باز شروع میکنیم، یک فاصله خط فاصله میگذاریم بعد پایین شروع میکنیم. ایره میگه اسکیپ لاین، not the middle line title. این اینجا تایتل هست، لیتلی شده باید تایتل شود، نه به ادامه خط تایتل. اسکیپ تو تیر یعنی یک خط اعلام کردی در خط سوم میشه، یک خط تایتل است، یک لاین اعلام میکنی میری در لاین سوم. اسکیپ تو تیر لاین، اسکیپ لاین میک ایزی. خب اسکیپ لاین چیز فایده داره؟ فایدهش چی است که اسکیپ لاین یعنی فاصله، یک خط فاصله میگذاری باز دوباره شروع میکنی، باز یک خط فاصله میذاری باز دیگه شروع میکنی. چی منفعت داره؟ به خاطر اینکه خواندن یعنی متن و پاراگراف ایزی میکنه، ایزی یعنی آسان میسازه. این از فایده. مرجن حاشیه است. وقتی که می نویسی، وقتی که می نویسی در یک ورقی که عرضش 8.5 اینج است، طولش 11 اینج است، طولش 11 اینج، عرضش 8.5 اینج. خب یک مقداری صفحه رو در اینجا میگذاری، جای خالی مقدار در اینجا میگذاری، او رو میگه مرجن. میگه left spaces یعنی بگذارید فضا on the left and right side of page، در طرف راستش و طرف چپش یک مقدار فضای خالی رو بگذارید. این رو میگه مرجن. مرجن word at the end of line a noun. خب word at the end of line. خب یک چیز دقیق بشوید، زمانی پاراگراف نوشته هم میکنه word at the end of line، منظور از این است که بعضی از کلمات هست، مثلا breakfast. breakfast یک کلمه هست که زمانی که تو یک لاین نوشته میکنی، یک سنتنس خود پاراگراف مینویسی، میری در اینجا میبینی که بریک همینجا جای نمیشه و بریکفست کل بریک تنها جای میشه، بریکفست کلش جای نمیشه. پس در اینجا چیکار میکنی؟ در اینجا تو باید بریکفست نشکنی، چون باید کاری بکنی که اما بریکفست بیایی از لاین بعدی خود کلش تکمیل شروع کنی، یعنی اتکار نکنی که بریک اینجا نشته کنی باز فست اینجا، بریکفست اینطور نمیشه. منظور ای است، دیرم دقت کنی. خب یک بحث بعدی ما در کتاب فصل دوم نون است. نون چی است؟ نون این از اوورد، نون از اوورد فور ا پرسن. یک ورد یک کلمه است برای شخص، پرسن، جای، پلیس، ا تیم اور ان ایدیا. برای یک شخص، برای یک جای و مکان، برای شی اور برای یک ایدیا. خب این نون است که به کار میره، یعنی به شخص، با ایدیا، به جای، مکان و به اشیا نون به کار میبریم. خب اونا رو با نون نشانه، نون است. اینجا ما مثال زدیم my daughter is at school، دختر ما میگه در اسکول. شما ببینید جای در اینجا داتر، مثلا جای داتر، خود داتر هم نون است دیگه، اسم نوع انسان هست و میتونه my daughter مثلا که زهره نام داشته باشه، یام ام میشه و یعنی خود داتر هم نون است که برای شخص به کار رفته، و همچنان اسکول برای پلیس یعنی جای به کار رفته، همه نو است، نام مکتب است، این نام زن هست، نو زن هست، این نام مکتب هست. خب my education is important to me، میگه تحصیل برای ما بسیار مهمه. educational اینجا هم نون است، education نون است، نو از ایدیا هست، ایدیا. خب یعنی این نون میگه برای ایدیا هم با کار میره، پس اینجا نون از ایدیا، ایدیا هست، نون اسم است ایدیا. خب I love ice cream، ما ice cream دوست داره، پس در اینجا ice cream منظور از ice cream چیزی تین کسه، یک ما اینجا یک مثال زدیم از هر کدوم از اینا، دیگه بیش از اون نمیشه، وقت هم اجاب نمیکنه، تخت هم اجاب نمیکنه، دیگه بعد خود شما میفهمید، کتاب رو مراجعه کنید، مثال های زیاد است. خب یه از این بحث بود. بعد میریم سر سینگولار اند پلورال نون، سینگولار و پلورال نون. خب اینجا شما نون خودش اسم است و نون میتونه سینگولار باشه، میتونه پلورال باشه. هرگاه بخوای جای سینگولار پلورال نون
زمایر به کار ببری، اگر سینگولر بود آی یو هی شی ات به کار ببری. یو چرا سینگولر است؟ یو هم میتونه سینگولر باشه پلورال باشه. زمانی که مثلا یک نفر مخاطب قرار بدی یو میگی، یعنی تو، اینجا سینگولر میشه. زمانی که یک جمع باشه یو بگی، باز اونجا پلورال میشه. پس آی یو هی شی ات سینگولر است و وی یو دای پلورال هست. خب میتونی در بعض جاها این ضمیرها را به کار بری، اینا سابجکت پروناون هست. سابجکت چی؟ پروناون. در اینجا در قسمت سابجکت پروناون توضیح دادیم ما. خب سابجکت پروناون تیک در پلیس آف ناون از سابجکت آف از سنتنس. سابجکت پروناون را جای ناون میگره، مثل یک سابجکت بود، یعنی اما جای ناون میگره ولی حیثیت سابجکت را داره، که این در اینجا ما توضیح دادم. خب use noun or subject pronoun not بود. یک چیز بسیار دقت کنین، در زمانی در پاراگراف نوشته میکنین، سنتنس نوشته میکنین، ایسه یا مقاله اینا می نویسین، ای کار نکن که در یک جمله هم subject pronoun ضمیرش رو استفاده کنین و هم noun خودی noun نه. ای کار نکنین. not بود اردوش نوشته نکنین، یا noun نوشته کو مثلا احمد، یا ضمیر جایش نوشته که پروناون سابجکت پروناون هی نوشته که مثلا اردو نوشته نفر ات یوز دا تایم. خب ای از ای در یک چیز موضوعی در باره ات است که ات، یعنی ات به کجا به کار می رود. مثلا وی برای یک جمع که ما باشیم، وی آر استودنس، ما شاگرد ها هستیم، یو آر تیچر، تو معلم است، یک جمع باشد می تو، یا مثل میگه دای آر وومن، اونا خانم ها هست، دای آر من، اونا مردان هستن، یا دای آر چیلدرین، اونا اطفال هستن، یا آی ام مثلا احمد، من احمد هستم. خب هی از لطیفه، هی از علی رضا، این مرد علی رضا، شی از لطیفه. خب یه از اینا که در ضمایر به کار میره، یک مفرد و جمع شدم گفتم به شما، اما یک بس ایت، امی ایت به کجا به کار میره؟ it use time، برای تایم با کار میره. مثلا it is 10 o'clock، حالا 9 ساعت 10 o'clock یعنی 10 هست. یا مثلا the day میگه it is Thursday، یعنی روز Thursday هست، یعنی منظر پنجشنبه است. یا میگه it is Friday، یعنی روز جمعه است. it's Saturday، Sunday، Monday، یا میگه it's Tuesday، امروز سه شنبه هست، یا میگه Wednesday. دای به کار میره در دیت، در تاریخ. مثلا میگه it's December 25، میگه ای میگه 25 دسامبر هست. خب ایت به این کارا و همچنان در ویدر، در این وضعیت آب و هوا میگم it is raining، حالا بارندگی هست. یا میگم tomorrow this time it برای سچویشن، مثلا در تمارو گفته نمیتونیم، مثلا وضعیت فعلی را میگیم it is hot and گرم and sunny، آن آفتابی است. خب برای سچویشن وضعیت هم به کار میره، برای آب و هوا چی رقم است. ای است از این در کتاب مثال های زیادی است. خب اما در یک چیز دیگه هم گفتم که برای پیپل، پیشتر هم گفتم دای آر تیچر، دای آر وومن، برای پیپل هم بکار میره، برای مردم refer to people or things، با اشیا هم بکار میره. مثلا در اشیا چطور دای استفاده میکنی؟ مثلا داره the cars are not new، میگه موترها جدید نیستن. خب پس یک طور دیگه میگه دای آر تو یارز اولد، اونا یعنی 2 سال میگه استفاده شده یا کهنه هست. They are 2 years old. اوکی، ای شد از دای. خب در سیمپل پریزنت معمولا زمانی که ضمایر باشه هیشی ایت است. وقتی که ما بخوای یک سیمپل پریزنت مثلا میگه که speak، فعل ما speak است، ضمایر مختلف به کار میبره. اگر هیشی ایت بود speaks میشه، در آخری چی خود یک اس میگیره یا ای اس میگیره یا ای آی ای اس میگیره، کنا رو باز در جلساتش خوب مشخص ترش صحبت کنم. اگر آی اگر هی و شی و ات و هی و شی بود اس میگیره فعل،
اگر آی وی یو دای بود کدام تغییرات نمیارم. مثلا speak باشه میگیم speak he speak no یا he speak speaks yesterday. اگر it بود یا میگیم it speaks. اگر she بود میگیم she speaks speaks یعنی صحبت کردن دیروز. اگر بالفرض we و you و they اینا بود یا آی بود باز speak تنها میه. مثلا ما در اینجا مثال زده it he she sleeps اینجا خوابیدن میگه it ای خوابیدن مثلا حیوان باشن هرچی باشن یا مثلا یک چی یک پایه به زمین افتاده باشه میگه it sleeps yesterday sleeps یعنی دیروز پایین افتاده یا خوابیده. خب he و she sleeps میشه در simple present یک اسم میگیره. اگر آی وی یو دای بود سابجکت پروناون ما باز به حالت عادی خو میکنم تغییرات نمی اسلیپ کدام تغییرات نمی پیشترم گفتم یه از ای. و همچنان اگر سابجکت پروناون ما آی یو وی دای باشه مثلا هفت هست اگر با کار ببری برای آی یو وی دای هفت کار میری هفت بود برای هی و شی و ای هست به کار میبری هست بود. اینی بود خلاصه لب و لعاب فصل دوم کتاب اول لانگمن اکادمیک رایتین. If you want to learn, join and enjoy. Please subscribe my YouTube channel.